خانم آقایان سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جهان آرا. آقای اونال استل دیروز یه بیانیه‌ای صادر کرده و گفته قبرس جنوبی میخواد به بخش مسکن و سرمایه گذاری ما ضربه بزنه. ایشون گفته تمام افرادی که در قبرس شمالی سرمایه گذاری کردند خیالشون راحت باشه. طبق قانون اساسی دولت تمام سندهای صادر شده که بر اساس قوانین کشور انجام شده باشه رو ضمانت میکنه. ایشون گفته ما از طریق وکلامون در حال بررسی موضوعات اخیر هستیم. آقای دانکن اسمیت نماینده پارلمان از حزب حاکم محافظه‌کار در انگلیس درخواست خودش رو برای پروازهای مستقیم از انگلیس به جمهوری ترک قبرس شمالی تکرار کرد. 24مین جشنواره بین المللی فرهنگ و هنر در فاماگوستا به همت شهرداری این شهر از امروز شروع میشه. اولین برنامه اجرای موسیقی در میدان نامی کمال واقع در قلعه در فاماگوستا از ساعت 7:30 امشب آغاز میشه. ورود برای عموم هم رایگانه. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی 4 مکان برای حمله احتمالی حزب الله در قبرس شناسایی شده. اهداف احتمالی مورد بس عبارتند از پایگاه هوایی آندریاس در پافوس، پایگاه هوایی در نیکوزیا، مرکز کنترل هوایی در ترودوس و پایگاه بریتانیا در آکروتری. در خصوص همین پایگاه بریتانیا باید بگم امروز یه هواپیمای باری از این پایگاه بلند شده و تو فرودگاه بیروت پایتخت لبنان نشسته زمین. منتها هیچ کس نمیدونه اصلا چرا همچین اتفاقی افتاده. قیمت امروز دلار تو قبرس شمالی 61100 تومان یورو، 66100 پوند انگلیس، 78200 و لیر ترکیه 1920 تومان بود. دمای هوا برای فردا ماگوسا و اسکله 25 تا 33 درجه، نیکوزیا 22 تا 37، گیرنه 24 تا 33، لفکه 25 تا 35، پافوس 24 تا 31، لیماسول 22 تا 35، لارناکا 23 تا 35 و کارپاس 26 تا 30 درجه سانتیگراد گزارش شده. و حرف آخر این که به نظر عجیب نیست، ما فقط میتونیم بیرون خودمون رو ببینیم ولی تقریبا همه چیزای مهم درونمون اتفاق میفته. رویا خوب، دلتون شاد، لبتون خندون.